سرخط خبرها. سفر رئیس جمهوری به ننگرهار، فعالیت داعش و طالبان و مافیای زمین از نگرانی ها و مشکلات عمده این ولایت. استقبال سنا از مذاکرات صلح چهار جانبه در اسلام آباد. صلح نیاز مردم افغانستان است. از پروسه صلح مذاکره همیشه استقبال کردیم، یک بار دیگه استقبال میکنیم و ایر و فال نیک میگیم. و ولسوالی درقد ولایت تخار صبح امروز به دست نیروهای امنیتی افتاد. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان و شنوندگان ارجمند سلام بر شما، به این برنامه خبری خوش آمدید. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری صبح امروز به جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار رفته و با مقامات و بزرگان این ولایت دیدار کرده است. در این دیدار مقامات محلی ولایت ننگرهار مشکلات این ولایت را با رئیس جمهوری ارائه کردند. ذبیح الله یکی از اعضای شورای ولایتی گفته که نیروهای وابسته به داعش حدود 400 غیر نظامی را اسیر کردند. او از رئیس جمهوری خواست که برای آزادی آنها اقدام کند. این عضو شورای ولایتی علاوه کرده که مافیای زمین از مشکلات بزرگ این ولایت است و مافیا از حکومت ترسی ندارد. شماره دیگر از بزرگان این ولایت ضمن ابراز نگرانی از فعالیت داعش و طالبان در این ولایت گفتند که هر دوی این گروه مشکل بزرگی برای مردم ننگرهار هستند. آنان علاوه کردند که طالبان برق جلال آباد را قطع کردند و حکومت باید اطمینان دهد که نیروهای امنیتی می توانند امنیت کیبل‌های برق را تامین کنند. وزارت دفاع ملی گفته که در نتیجه عملیات نیروهای فرقه 20 پامیر، نیروهای کماندو، پلیس ملی و همکاری مردم محل، ولسوالی درقد ولایت تخار حوالی ساعت 5 صبح امروز کاملا به تصرف نیروهای امنیتی درآمد. مقام‌های این وزارت گفتند که در جریان این عملیات بیش از 20 طالب کشته، 10 طالب زخمی و 9 نفرشان اسیر شدند. سنت الله تیمور سخنگوی والی تخار گفته که شماری از اعضای برجسته طالبان هم در میان کشته شدگان هستند. بر اساس اعلامیه وزارت دفاع ملی در این عملیات یک نیروی امنیتی افغان جان خود از دست داد و دو نیروی دیگر زخمی شدند. ولسوالی درقد در کنار رودخانه آمو موقع دارد و گروه طالبان شش عقرب کنترل را به دست گرفته بودند. اعضای سنا از آغاز گفتگوهای صلح چهار جانبه که قرار است فردا در اسلام آباد برگزار شود استقبال کردند. معاون اول این مجلس گفته که صلح یک ضرورت است، اما با حفظ دستاوردهای مردم افغانستان. نشست چهار جانبه صلح قرار است فردا با میزبانی پاکستان و حضور نمایندگان افغانستان، امریکا و چین در اسلام آباد آغاز شود. گفتگوهایی که به نظر می رسد این بار امیدواری ها به آن بیشتر شده. صلح نیاز مردم افغانستان است. از پروسه صلح مذاکره همیشه استقبال کردیم، یک بار دیگه استقبال میکنیم و ایر و فال نیک میگیریم. در مذاکرات صلح که ما و شما داریم یک ماه بعد با طالبا، امیدوار هستم افراد و اشخاص اشتراک کنند که هم مورد تایید ملت افغانستان باشه، مورد تایید مخالفین حکومت افغانستان باشه، مورد تایید حکومت افغانستان باشه. سنا خوشحال از آغاز دوباره این روند است، البته با تاکید بر حفظ دستاوردهای مردم افغانستان. دستاوردهایی که 13 سال است نیروهای امنیتی کشور برای حراست از آن جان دادند. امیدوار هستیم که صلح طوری که شما گفتین پایدار باشه، با عزت باشه و با حفظ ارزش‌ها و دستاوردهای مردم افغانستان در سایه مختلف باشه. از افغانستان هم با یک استراتژی درست اینا داخل عمل شوند و همونطور که عظیمی صاحب گفت، اگر پاکستان طرف‌های مقابل میتونه به مذاکرات صلح، به میز صلح جمع بکنه و خوب، اگر نمیتونه از حکومت پاکستان خواهش مندیم که صداقت خود در قسمت نشان بده و کسایی که گروه‌هایی که نمیخوان به مذاکرات صلح بیاین، اونا لانه های نار از کشور خود دور بسازن. حضور امریکا و چین در این دور از گفتگوها خوشبینی ها به این روند را بیشتر کرده. اعضای سنا باور دارند نظارت این دو کشور می تواند نتایج بهتر و ضمانت بین المللی را در پی داشته باشد.